در این ویدیو من 10 مورد از سریع‌ترین خودروهای پلیس جهان رو بهتون معرفی میکنم. پس اگه همیشه تو فکر این بودین که میتونین به راحتی با خودروی سوپر اسپورت خودتون از دست پلیس فرار کنین، اول باید این سوال رو جواب بدید که کجای دنیا زندگی میکنین. به طور مثال پلیس دبی میتونه شما را حتی در سریع‌ترین و عجیب‌ترین ماشین‌های اسپورت بگیره. یا کشوری مثل آلمان که یکی از قطب‌های تولید ماشینه، باید دید ماشین‌های پلیسش چقدر سریع هستن. قبل از هر چیز خوشحالم میکنین اگر هنوز عضو کانال من نشدین، دکمه سابسکرایب قرمز رو بزنین، کنار زنگوله رو هم بزنین که هر وقت من ویدیو رو منتشر کردم یه اطلاعی به شما بدم. بیشتر از این ادامه نمیدیم و بریم. شماره 10، بنتلی کنتینانتال جی تی. کنتینانتال جی تی یه کوپه اسپورت دو دربه با صندلی‌های بسیار بزرگ. این خودرو قبل از بنتلی بنگا تولید شد ولی دیرتر رونمایی شد. موتور 12 سیلندری 6 لیتری توربو شارژ اون 582 اسب بخار قدرت تولید می‌کنه. مخزن بنزین 24 گالونی اون باعث میشه برای سفرهای طولانی مناسب‌تر باشه. 0 تا 100 این ماشین 4.3 ثانیه زمان می‌بره، در حالی که نسخه پلیس اون به لطف کاستومایز خاصی که روی این خودرو انجام شده این امر رو به 3.4 ثانیه کاهش داد. شماره 9، مکلارن MP4 12C. این مکلارن یکی از پرطرفدارترین خودروهای عجیب و غریب در این لیسته و همچنین یکی از موارد مورد علاقه خودمه. این یک کوپه اسپورت هات با هندلینگ فوق العاده عالی که وقتی پدال رو فشار میدین موتور قرش میکنه. C12 دارای موتور 616 اسب بخاری 3.8 لیتری دابل توربو شارژه. تعویض دنده این خودرو بسیار نرم و راحته و در 3.2 ثانیه از حالت سکون به سرعت 60 مایل در ساعت میرسه. خرید هر یه دونه از این ماشین ها برای نیروی پلیس نیجریه 63 میلیون دلار هزینه در بر داشته. شماره 8، فراری 458 ایتالیا. فراری 458 یکی از سریع‌ترین خودروهای پلیس جهانه که دارای موتور 4.5 لیتری V8ه و قادر در کمتر از 3 ثانیه از 0 به 60 مایل در ساعت برسه. این خودرو 570 اسب بخار قدرت و 398 پوند فیت گشتاورد داره. قیمت فراری 458 پلیس 122 میلیون دلار تخمین زده میشه. موتور 4.5 لیتری V8 با قدرت 570 اسب بخار و 398 پوند فیت گشتاورد باعث میشه این خودرو در کمتر از 3 ثانیه به سرعت 60 مایل در ساعت برسه و یکی از سریع‌ترین خودروهای پلیس جهان باشه. شماره 7، نیسان اسکایلاین. اسکایلاین RC4 جایگاه خاصی در قلب علاقمندان به خودروهای ژاپنی داره. اسکایلاین به ناوگان خودروهای سریع پلیس ژاپن هم پیوسته. نیسان سابقه طولانی در تولید خودروهای با کیفیت بالا و عملکرد محور داره که آزمایششون رو در طول زمان به خوبی پاسخ دادن. نیسان اسکایلاین با موتور فور ویل درایو 2.6 لیتری و گیربکس 5 دنده 0 تا 100 خودش رو در 4.6 ثانیه پر می‌کنه. ولی نیسان اسکایلاینی که توسط نیروهای پلیس ژاپن استفاده میشه داره موتور 2.6 لیتری توین توربو با گیربکس 6 دنده گترک که میتونه شتاب 0 تا 100 خودش رو در 3.9 ثانیه پر کنه و قابلیت تنظیم ارتفاع رو هم داره که تأثیر زیادی در عملکرد توان اسب بخارش میذاره و در انتها قیمت این ماشین پلیس 10 میلیون دلاره. شماره 6، بنتلی بنتیگا. در سال 2018 بنتلی بنتیگا به خانواده خودروی پلیس دبی اضافه شد. در حال حاضر لوگوی جدید پلیس رو روی خودش داره. خرید این خودروی گران قیمت بنتلی بخشی از یه استراتژی برای نشون دادن قدرت پلیس دبی به دنیا بود. و طراحی یه لوگوی جدید برای نسخه پلیس این ماشین دلیل محکمی بود برای معرفی پلیس دبی به عنوان یه رهبر جهانی در اجرای قانون. این ابر خودرو 0 تا 100 خودش رو در 3.5 ثانیه پر می‌کنه که 1.7 ثانیه سریعتر از لندروور SV اتوبیوگرافی هستش. شماره 5، لوتوس اورا. انگلیس لوتوس اورا رو با سرعت بیش از 321 کیلومتر در ساعت ساخت. این ماشین در کمتر از 5 ثانیه 0 تا 100 خودش رو پر میکنه. یه موتور 3.5 لیتری V6 با 280 اسب بخار قدرت و 3.2 پوند فیت گشتاورد. به این ماشین قدرت این رو میده یکی از نیروهای قوی در گشت بزرگراه باشه. شاید مشخصات لوتوس اونقدر هم هیجان انگیز نباشه، اما اگر قیمت فوق العاده پایینش رو در نظر بگیریم، اون جزو برندگان این لیست قرار میگیره. مخزن 24 لیتری این ماشین اسپورت یکی از نقاط قوتشه. افسران پلیس در انگام ماموریت‌های طولانی هیچ شکایتی از این ماشین نداشتن، مگر اینکه نیاز به تعقیب بوگاتی داشته باشن و در این صورت نگه داشتن این ماشین‌ها براشون یکم سخت میشه. شماره 4،
لامبورگینی هوراکان، روم. ایتالیا هوراکان رو مخصوص اداره پلیس روم طراحی کرد. این ماشین جانشین لامبورگینی گالاردو. نمای خارجی هر دو خودرو بسیار شبیه به هم. قیمت اولیه خودروی جدید 211000 دلاره، در صورتی که بیشتر از مبلغ گالاردو با قیمت 156000 دلاره. هوراکان یه خودروی دیفرانسیل عقب با موتور ویتنه که در وسط عقب خودرو قرار داره. مکان موتور برای طراحان لامبورگینی هوراکان بسیار مهم بوده. همونطور که در سایر خودروهای پلیس مشاهده میشه، عملکرد خودرو در درجه اول توسط پیکربندی موتور تعیین میشه. تنظیم و پیکربندی و قدرت انتقال هوراکان به خوبی توسط لامبورگینی طراحی شده. همونطور که در جذابیت خودرو برای رانندگان نظامی و غیر نظامی کاملا مشهوده. شماره 3، پورشه کررا 911 استرالیا. پورشه کررا 911 عضوی از خانواده اداره پلیس دولت استرالیا است. این خودرو به شهروندان کمک میکنه تا مزایای رانندگی قانونمند رو درک کنن. پورشه کررا از موتور 3.4 لیتری 6 فلت استفاده میکنه که کمک میکنه 4.6 ثانیه به سرعت 60 مایل در ساعت برسه و حداکثر سرعت اون به 180 مایل در ساعت میرسه. خرید این خودرو 60 میلیون دلار هزینه در بر داره. شماره 2، فراری لافراری دبی. لافراری مجهز به یه موتور 6.3 لیتری V12 که میتونه به سرعت 217 مایل در ساعت برسه. سیستم آیرودینامیک بدنه به صورت الکترونیکی موتور رو تقویت میکنه. لافراری پلیس دبی بیش از 950 اسب بخار قدرت داره و سیستم برقی این ماشین 161 اسب بخار قدرت رو به محور عقب ماشین منتقل میکنه. این ماشین بدون داشتن هیچ گونه دنده‌ای با سرعت فوق‌العاده بالایی حرکت میکنه، چیزی که به موتور کمک میکنه با این سرعت زیاد حرکت کنه. یه گیربوکس 7 زمانی 2 کلاچه F1. فضای داخلی این ماشین بسیار زیباست و با نمای بیرونیش کاملا هماهنگه و هر راننده ای میتونه کاملا فضای داخلی رو برای خودش کاستومایز کنه و مطمئنن فضای داخلی لافراری پلیس دبی بسیار متفاوت خواهد بود با بقیه نسخه های این خودرو، به دلیل اینکه تنها ناوگان پلیس در جهانه که این خودرو رو در اختیار داره. شماره 1، بوگاتی ویرون دبی. و باز هم پلیس دبی. بوگاتی ویرون در حال حاضر عنوان سریع‌ترین خودروی پلیس جهان رو در اختیار داره. این خودرو 0 تا 100 خودش رو در 2.46 ثانیه پر می‌کنه و با سرعت 407 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنه. 1200 اسب بخار قدرت داره و می‌تونه با سرعت 15 مایل در ساعت در بزرگراه حرکت کنه و با سرعت 7 مایل در ساعت در مسیرهای شهری حرکت کنه. موتور این خودرو دارای 64 تا سوپاپه و 4 توربو شارژه. پلیس دبی که به دلیل جمع کردن قوی‌ترین اتومبیل‌های پلیس مشهوره، این ماشین رو هم در ناوگان خودش داره. تنها دو ماشین در دنیا وجود داره که به این میرسه. یک دوج مفهومی پلیس دبیه و دیگری بوگاتی شیرونه. قیمت بوگاتی ویرون از 765 میلیون دلار شروع میشه تا 1 میلیارد و 400 میلیون دلار.